يلا علم كربلاء هذا المالكي، هذا المالك الزبالة. يقولون رجل الدولة وهيبتها. هاي هيبة الدولة مالك. طيب طيب حطه. أنا أخذ معاكي. کمربندی اصلی از امروز ۲۹۵۹۹ مغازه‌دارا تجمع کردم، میخوان که همه مغازه رو خراب بکنن. هر کسی هم یکی ۳۰۰-۴۰۰ میلیون به بالا هزینه کرده برای مغازه، شهرداری و فرمونداری و کل جمعشون جمعه. اشکامون رو در آورده، به خدا خزانه داریم بخوریم. اگر قبول دارید به خدا جان بچه‌ها خزانه داریم بخوریم. بزار فیشو ببین. والله خزانه داریم. اگر شما مسلمونید ما راه کنید. والله فقط جلو فیلمو دور می‌داره. این کارا رو می‌کنه. بعد 4 ماه 3200 اگر وجدان دارید، اگر خدا اگر وجدان دارید، اگر به خدا اعتقاد دارید، انشالله که همه ما اعتقاد داریم. تو رو خدا، تو رو بفیر بجانه بچت قسمت میدم. مشکل هفته فرعی اینه این دستشو قد کنید بذارید نون بخوریم. آقا جان من میخوام برم تهران یه 3-4 روز. آدم از دستم فرار کردی تو سایتم وایسادی. این مامور شهرداری آقا جان من میگم سه کلوچه‌هامو قبلا بردن. من میخوام برم تهران. پرداخت می‌کنی بعد آخه میخوام آقا میخوام برم تهران ولش کن نخواستم میخوام برم تهران. چی کار می‌کنی الان؟ تو سایتیه. آقا جان منو از الان میخوام برم تهران. عوارض چی باید بدم؟ اگه خونه تزیین رنگین‌تر چرا اینا؟ آقا میخوام برم الان جمع می‌خونم میرم. یک ماه کاسبی کردی الان میخوای آقا یک ماه تو کجا منو دیدی الان اومدی یه روز اومدی کجا فرار کردم اینجا میایم بعد پیگامالت گاز می من الان میخوام برم آقا نمیخوام کاسبی کنم عوارض تو میگیرم بعد میری فیلم بگیر هر کاری میکنی من میخوام برم آخه پول چی باید الان به تو بدم پول سایته الان اومدیم به زور از من میخوای پول بگیری آره بابا من نمیخوام اینجا باشم میخوام برم خانه الان سایت آقا من میخوام برم اشتباه کردم اومدم اینجا میخوام برم یک ماه اینجا داری الان بجه تو زمان شما هم میگیرم نتر باشه تو زمان کرونا به جایی که ملت رو کمک کنی اومدیم بیچاره کردیم ملت رو باشه ما عوارض من نمیذارم بیت المال بیت المال بیت آقا من میخوام برم بیت المال چی من الان هزار تومن در نیاوردم به من چه رفتی داره هزار تومن در آوردی پس کجا باید بیارم به تو بدم از کجا بیارم شما مگه انسان نیست من کجا بیارم
من افرادی هم که به بیرون میرند و میان، اینها هم باید بسیار احتیاط بکنن. ما تو همین کنکور اخیری که برگزار شد، کنکور ارشد، کیسی رو خود من باش برخورد کردم که یک نفر کنکوری وقتی برگشته، قبلش هیچ موردی نبوده، 17 نفر از اعضای خانواده و کسایی که باشن مواجه داشته رو آلوده کرده و علائمشون آلوده شده اومده. بله. آلوده، یعنی خودش اتفاقیش علائم واضحی نداره ولی انتقال داده عامل بیماریزا رو از محیط، از جای دیگه، از افراد دیگه به اون. این خطر در ایام محرم بسیار شدیدتر هستش.